24 ماه آوریل امسال 2020، یعنی تقریبا دو هفته پیش، 30 سالگرد نهادن تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین بود. امروز میخواهم درباره تلسکوپ هابل و اهمیت پژوهش‌هایی که در این 30 سال در اخترفیزیک و کیهانشناسی به آن کرده ایم سخن بگویم. من خود برخی از پژوهش‌هایم درباره ستارگان پرجرم را با این تلسکوپ انجام دادم. هابل نخستین تلسکوپ فضایی نیست. پیش از آن سازمان فضایی ناسا و آژانس فضایی اروپا هر یک تلسکوپ های دیگری را در مدار زمین نهاده بودند. ولی نپاهش های ابسرواسیون های آنها محدود می شدند به برخی رشته های خاص، مثلا مطالعه خورشید یا نوعی از اختران که از خود پرتوف های ایکس یا پرتوف های فروسرخ بیرون می دهند. نام تلسکوپ هابل برای بزرگداشت ادوین هابل، اخترشناس آمریکایی است که در سال 1929 با بکار بردن بزرگترین تلسکوپ آن زمان در نپایشگاه رصدخانه مانت ویلسون توانست انبساط گیتی را که نظریه اینشتین پیش بینی کرده بود ثابت کند. هابل نخستین تلسکوپ فضایی بزرگ است که می تواند با دستگاه‌های گوناگونش اختران را در طول موج‌های گوناگون نور دیدگانی و تابش‌های فروسرخ و فرابنفش بنپاهد. از جسم‌های راجمان خورشیدی، یعنی سیارک‌ها دنباله‌دارها گرفته تا نوع‌های گوناگون ستارگان و کهکشان‌ها، ماده اندراختری و ماده اندرکهکشانی. اخترشناسان به این سبب تلسکوپی را در مدار زمین می نهند که بیرون از جو باشد. جو کره زمین مانع بزرگی است برای کیفیت تصویرهای تلسکوپ، زیرا ستبرای کلفتی لایه های جو به صدها کیلومتر می رسد و درون آنها توده های هوا حرکت آشفته‌ای دارند. این پدیده جوی را آشوبناکی، توربولانس می گوییم. استخری را در نظر بگیرید که آب در آن همواره موج می‌زند و شب هنگام بیرون از سطح آب لامپی روشن باشد. اگر به ته استخر فرو روید و از آنجا لامپ را نگاه کنید، نور لامپ را بسیار تار و آشفته می‌بینید. جو کره زمین هم با نور ستارگان همین کار را می‌کند. و افزون بر این، بخشی از نور ستارگان را جذب می‌کند و نمی‌گذارد به زمین برسد. به همین سبب است که نپاهشگاه ها را بالای کوههای بلند می سازم تا از ستبرای لایه های هوای فراز تلسکوپ بکاهم. البته همکنون به تکنیک های دست یافته ایم که با آنها می توان تصویر تلسکوپ را تصحیح کرد و به حد تقریبا تئوریکش رساند. من خود از نخستین کسانی بودم که از این روش ها برای پژوهش اخترشناسی استفاده کردم و به دستاوردهای تازه‌ای رسیدم. تلسکوپ هابل را سازمان ناسا در 24 آوریل 1990 در مدار زمین نهاد، در فاصله 560 کیلومتری از کره زمین. قطر آینه اصلی تلسکوپ 2 متر و 40 سانتی‌متر است. درازای تلسکوپ بیش از 13 متر است. وزن آن 12 تن. هابل بزرگترین تلسکوپی بود که تا سال 1990 در مدار نهاده بودند. انرژی لازم برای کار دستگاه‌های گوناگونش را صفحه‌های بزرگی که می‌بینید با تبدیل نور خورشید به برق تأمین می‌کنند. تلسکوپ هر 95 دقیقه یک بار به دور زمین می‌گردد. 1.5 میلیارد دلار هزینه آغازین آن شده بود که 15% آن را اروپا داده بود. نخستین تصویر آزمایشی با تلسکوپ را در تاریخ 20 ماه مه 1990 گرفتند که اخترشناسان و مهندسان اداری کننده تلسکوپ را وحشت زده و مبهوت کرد. کیفیت تصویر بسیار بد بود. بسیار بدتر از کیفیت تلسکوپی به همان اندازه در کره زمین. هفته ها مطالعه نشان دادند که در فراروند تراش دادن آینه اصلی تلسکوپ
اشتباه تکنیکی فاجعه آمیزی روی داده بود میان که کسی متوجه آن شود. باور نکردنی می نمود، چون آینه پرسونترین دقیق ترین تلسکوپی که تا آن زمان انسان ساخته بود نمی توانست نور را چنان که باید در یک نقطه متمرکز کند. علت این بود که لبه آینه کمی تختر از آن بود که می بایست باشد. این کمی تختر یعنی 1/5 ستبراگ موی سر انسان. مقدار ناچیزی به نظر می رسد، ولی کافی است برای بی‌ارزش کردن تصویر به ویژه تلسکوپی که آن سوی جو زمین نهاده شده. با این حال این آینه 2 متر و 40 سانتی‌متری با چنان ظرافتی تراش داده شده بود که کوچکترین ناهمواری در سطح آن وجود نداشت. اگر فرض کنیم که این آینه به قطر کره زمین می بود، ناهمواری های سطح آن به 15 سانتی‌متر نمی رسیدن. اخترشناسان و مهندسان سازمان ناسا به مدت 3 سال برای حل این مسئله کار کردند. سرانجام در سال 1993 7 فضانورد به تلسکوپ هابل در مدار فرستاده شدند تا با کار گذاشتن دستگاه های نوری که تصحیح کننده این مسئله را حل کنند. آنها همچنین دستگاه های تازه را در تلسکوپ کار گذاشتند. مأموریت با موفقیت کامل انجام شد و هابل توانست کار پژوهشی خود را آغاز کند. پس از آن هم 4 مأموریت سرویس مداری دیگر انجام گرفتند در سالهای 1997، 1999، 2002 و 2009. هر بار دستگاه های نپاهش باز هم پیشرفته تری را در تلسکوپ جای دادند. هر یک از این مأموریت‌ها 500 میلیون دلار هزینه برداشت که باید به 1.5 میلیارد دلار آغازین و 280 میلیون دلار هزینه سالانه تلسکوپ افزود. تلسکوپ فضایی هابل تاکنون در حدود 160 هزار بار دور زمین گردیده با سرعت بیش از 27 هزار کیلومتر در ساعت. گرچه با چنین سرعتی در حرکت است، تمرکزش بر هدف ارتعاشی ندارد. پرسونش یا دقت تمرکزان بر یک نقطه از فضا 0.007 ثانیه زاویه است و این زاویه است که با آن موی سر انسان از فاصله 1600 متری دیده می شود. تا کنون بیش از 1.300.000 نپاهش انجام داده و با داده هایی به دست آمده 15,000 مقاله پژوهشی نوشتن. در اینجا به چند دستاورد هابل به کوتاهی اشاره می کنم. می دانیم که گیتی در حال انبساط است، ولی تا پیش از نپاهش های هابل برآورد سرعت انبساط گیتی چندان پرسون دقیق نبود. خطای آن حتی به 100% می رسید. نپاهش های هابل خطا را به 10% رساندند و امروزه می دانیم که 2 نقطه گیتی که از هم 10 میلیارد سال نوری فاصله دارند با سرعت 220 هزار کیلومتر در ثانیه از هم فاصله می گیرند. نپایش های هابل همچنین سن گیتی را با پرسونش 10% به دست دادند. 13.6 میلیارد سال. پیش از نپایش های هابل اختر فیزیکدانان پیشنهاد کرده بودند که سرعت انبساط گیتی یکسان نیست. هرچه زمان می‌گذرد انبساط آن شتاب بیشتر می‌گیرد. کیهانشناسانی که به کار بردن تلسکوپ هابل این پدیده را ثابت کردند، جایزه نوبل فیزیک سال 2011 را گرفتند. یکی از کارهای مهم هابل نپاهش‌هایی بود که میدان‌های ژرف نامیده می‌شوند. به این معنا که هابل به مدت بسیار طولانی بر ناحیه کوچکی از آسمان متمرکز شد. ناحیه‌ای تنها چند برابر قرص ماه که 22 روز بی وقفه آن را نپاهید. هابل بدین وسیله توانست به ژرفاهای تا آن موقع ناشناخته فضای کیهانی در طول موج‌های دیدگانی و فروسرخ دست یابد. در چنین ناحیه کوچکی هزاران کهکشان یافت و توانست به دوران آغازین گیتی نزدیک شود و نخستین کهکشان‌هایی را که تنها در حدود 500 میلیون سال پس از بیگ بنگ هستی یافتند
بنپاهد. اهمیت هابل همچنین در مطالعه سیاره‌های استرخورشیدی بسیار است، یعنی سیاره‌هایی که به گرد ستارگان دیگر می‌گردند نه به گرد خورشید. هابل ویژگی‌های جوان سیاره‌ها را مطالعه کرده و در سال 2008 فزون بر بخار آب نخستین مولکول ارگانیک را که گاز متان باشد در جو یکی از سیاره‌های استرخورشیدی یافته. من خود با گروهی بین‌المللی که رهبری آن را داشتم با بکار بردن تلسکوپ هابل نتیجه‌های تازه‌ای درباره ستارگان پرجرم به دست آوردم. به کوتاهی در سال‌های 1980 که برای تز دکترای دولتی خود در فرانسه پژوهش می‌کردم، به کشف براخت‌های ابژه‌هایی در کهکشان‌های همسایه راه شیری خودمان دست یافتم. تصور می‌شد که آنها ستاره‌اند، ولی من نشان دادم که ستاره نیستند، بلکه میخ یا سحابی‌هایند بسیار متراکم که باید زادگاه ستارگان پرجرم باشند. به مدت 15 سال با پیشرفته‌ترین تلسکوپ‌های جهان به نپاهش این براخت‌ها پرداختم و انواع و اقسام ویژگی‌های فیزیکی آنها را پژوهیدم، ولی ناممکن بود به درون آنها نفوذ کرد و دید که در آنجا چه می‌گذرد. نپاهش با هابل به ما این امکان را داد که این براخت‌ها را واگشاییم و ببینیم که در پس گرد و غبار و گاز آنها چیست. چنان که محاسبه هایم پیش بینی کرده بودند، با ستارگان پرجرم نوزاد روبرو شدیم و توانستیم ویژگی های فیزیکی آنها را با دستگاه های گوناگون هابل مطالعه کنیم. نتیجه ها را در چندین مقاله پژوهشی منتشر کردم. همچنین سازمان ناسا و آژانس فضایی اروپا نتیجه ها را با انتشار 5 اطلاعیه مطبوعاتی در سطح جهانی به آگاهی همگان رساندن. در اینجا سه نمونه از این نپایش ها را به کوتاهی نشان می دهم. این تصویر برای نخستین بار یکی از میغ های گاز و غبار را که زادگاه ستارگان پرجرم است وا می گشاید. ظاهراً از دو بخش پدید آمده و پروانه شکل است. افسوسمندانه وقت پرداختن به جزئیات را ندارم. تصویر دوم هم زادگاه ستارگان پرجرم دیگری است که به صورت درخشانترین نقطه این ناحیه دیده می شود. در تصویر سوم میغ یا سحابی بزرگی را می بینیم که به شکل سر هیولایی است. دو چشم هیولا دو ناحیه زادگاه ستارگان پرجرم هستند که ما ویژگی های فیزیکی گوناگون آنها را پژوهیده ایم. طول عمر تلسکوپ هابل شگفت‌انگیز است. وقتی به فضا پرتاب شد انتظار می‌رفت و تواند 15 سالی به دانش خدمت کند. امسال 30 سالگرد آن را جشن گرفته ایم. البته برخی از توانایی های گذشتهش را از دست داده. با این حال پیشبینی می شود که دست کم تا سال 2025 به نپاهش های خود ادامه دهد. تلسکوپی که جانشین آن خواهد شد جیمز وب نام دارد. آینهش به قطر 6.5 متر خواهد بود، بسیار بزرگتر از آینه هابل. بزرگترین تلسکوپی فضایی خواهد بود که انسان ساخته. در ماه مارس سال 2021 پرتاب خواهد شد و در فاصله 1.5 کیلومتری از زمین جای خواهد گرفت و تنها تابش فروسرخ را خواهد نپاهید، نه نور دیدگانی را. وقت ما به پایان رسید. بیگمان نپاهش هایی که با تلسکوپ وب خواهند شد مرزهای دانش را باز هم دورتر خواهند راند، به ویژه آنکه در چند سال آغازین تلسکوپ هابل خواهد توانست با نپاهش های خود داده های تلسکوپ وب را تکمیل کند.